بحران حقوق بشری در افغانستان، انتقاد پیهم جهان در نشست‌های بین المللی. روز گذشته ژنو میزبان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و در آن نمایندگان 47 کشور حضور داشتند. نمایندگان کشورهای مختلف از مبارزه فعالان حقوق زن در افغانستان حمایت کردند. در کنار این، به شمول آمریکا و بریتانیا، اکثریت اعضای این نشست گفتند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی نگران کننده است و تأکید کردند که دختران، زنان و اقلیت‌ها به ویژه هزارها با چالش‌های جدی در افغانستان روبرو هستند. در برنامه امشب آخر خط روی این موضوع بحث خواهیم کرد که چرا در نشست‌های کلان همیشه روی مورد حقوق بشر در افغانستان انتقاد می‌شود. آیا واقعا افغانستان با بحران حقوق بشری روبروست؟ آیا حقوق بشر تنها برگیرنده نقض حقوق زنان است؟ و یا حقوق تمامی اتباع افغانستان نقض می شود؟ من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان امین الله احساس، آگاه امور سیاسی، مصطفی مرتضوی استاد دانشگاه و رحمت الله حسن تحلیلگر مسائل افغانستان هم از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای حسن، من میخوام بحث را با شما آغاز بکنم. فکر میکنین چرا همیشه در نشست‌های کلان بین المللی حرف گفته میشه که در افغانستان حقوق بشر نقض میشه؟ سلام برای همه. ببینید، مسئله افغانستان در بعد از یک سال یک مسئله بسیار جدی در سطح منطقه بین المللی شده و یک گروهی که قدرت به دست گرفته و حقوق بشر هیچ اعتماد نداره. تمام قوانینی را که حقوق بشر پیشروی داره یا نقض میکنند. اولین نقض عمده از یا که میبینیم مکاتب دختران را بستن در قرن 21، مکتب دختران را بستن یک بنای بسیار بزرگ است. دوم، اقلیت ها بسیار تهدید میشه. میبینیم سیستماتیک هزاره ها کشته میشوند، قتل عام میشوند، یا امنیت هزاره را گرفته نمیگیرند و نمیخواهند بگن. این دیگر موضوع است. و در تخار میبینیم ازبک ها به زور کشانده میشه، وزیرستانی ها را اونجا جای به جای میشه. دیگه نقض حقوق بشر، یعنی یا با هیچ نوع از حقوق بشری که در جامعه انسانی در غرب و در افغانستان قبلا بود در دیگه جاست، یا سازگاری ندارد یا فقط یک چیز را یاد داره مردم تهدید بکنن، شکنجه بکنن، مردم از افغانستان فرار بکنن. این جزء کارهای از یا شده. حقوق بشری را که در دنیای مدرن وجود داره برای اطفال، برای حیوانات، برای انسان، برای همه چیز یک حقوقی هست. اذیت و اذیت کردن دیگران یک جرم بسیار بزرگ است. طالب ها ایها را در نظر نمیگرند، به زور سوتر و توفنگ آمدن قدرت را گرفتن. آن میگن که هر چیزی که ما در جامعه تطبیق بکنیم این قابل قبول برای همه است و هیچ کس نمیتونه از این سرکشی بکنه. اگر شما یک سرکشی های کوچکی را در برابر از اینها انجام بدین، شما را دایش گفته بدون محاکمه قتل عام میکنه. طالب ها در این اواخر کارهای بسیار بزرگ و بسیار جدی در برابر نقض حقوق بشر، نقض اقلیت ها، نقض چیزا انجام داده. تشکر. برمیگردیم حتما به شما. آقای مرتضی، برداشت شما چی است؟ فکر میکنین چرا هنوز هم گزارش های پیهم از نقض حقوق بشر نشر میشه از طرف نهادهای بین المللی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما و مهمانان برنامه و دست اندرکاران و بیننده هایتان. تشکر. خب یقینا که این میتوانه یک اصل باشه، یعنی پس لرزه های بعد از یک تحول. مثلا یک سال و دو ماه یا سه ماه قبل از امروز یک تحول در افغانستان صورت گرفت و در این تحول یک نظام 20 ساله تحت عنوان نظام جمهوریت سقوط کرد و یک نظام دیگه روی کار آمد به نام تحت عنوان نظام امارت. اصل ایجاد یک تحول، شما ببین وقتی که مدیریت نمیشه میتونه که پس لرزه های خودش داشته باشه. یعنی پس لرزه ها در یک تحول یک اصل است، یک جزء از یک تحول هست. در افغانستان یک تحول صورت گرفته و یک تحول تقریبا ریشه‌ای در تمام ابعاد صورت میگیره. این پس لرزه های خودش هم میتونه داشته باشه. پس زیاد جدی نیست. ببی چرا به این شکل است؟ ما اما بحث ایجاد تحول و پس لرزه هایش، حالا اگر این مدیریت نشوه یقینا میتونه که جدی باشه.
اگر این پس لرزه ها یا فرایند یک تحول مورد مدیریت قرار بگیره، هم از آدرس حکومت مردایی که آمدن در یک تحول اینا سهیم بودن، شریک بودن، و هم از آدرس جامعه جهانی، اگر مدیریت صورت بگیره با اشکال که نیاز هست که اون تحول فرایندش مدیریت شه، باز در اون صورت است که اون حرف شماست که میتونه جدی نباشه. شما ببینین یک بحثی که وجود داره تا به حال را در کنار از اینکه خب چالش ها وجود داره، فراز و نشیب ها در این یک سال دو ماه وجود داره، مسائل اقتصادی امروز شما ببینین که در حال ورشکستگی است و یک تهدید بزرگ مسائل اقتصادی برای کشور است، برای مردم افغانستان است، حتی بر خود همین حکومت مردم که جز مردم افغانستان است در همین کشور هست، بر اینا هم میتونه که قضایای اقتصادی یک مشکل حاد باشه. ممکن است که شدت و ضعف داشته باشه. شما ببینین یکی از پس لرزه های تحوله، شاید برای بعضی کسا که توانایی اقتصادیشان در این مراحل یا در این مقطع زمان بالاتر باشه زیاد جدی نباشه، اما ممکن است که در یک محدوده زمانی نه. یک سال بعد، دو سال بعد دامنگیر اونا مثل توده های مردم شود. آقای مرتضوی، منظور شما ای است که اتفاقات که میفته در افغانستان به عنوان نقض حقوق بشر چیزی که گزارش میشه از طرف سازمان های بین المللی یک کار عمدی نیست و این تنها پس لرزه های یک تحول کلان است که بی بی یک چیز معمول است؟ بی بی یک بحث وجود داره که خب حالا این بحث سرش من زیاد فوکس ندارم که عمدی است یا غیر عمدی، اما یک بحث وجود داره که پس لرزه ها میتونه در یک تحول وجود داشته باشه. پس لرزه به این معنی که عمدی نیست دیگه. بحث خب در هر کشوری که تحول بیاید میتونه یک وضعیت بحث در مدیریت است که مدیریت ما چه قسم میتونیم از دل یک تحولی که وقتی ما بیرون میشیم چه قسم ما میتوانیم که اون تحول یا فرایندها یا پیامدهای از او را ما مدیریت کنیم. بحثی که وجود داره، اولا شما ببینید قضیه به رسمیت نشناختن حکومت فعلی خودی از این میتونه که ده ها نگرانی ها را هم برای مردم افغانستان ایجاد کنه، هم برای جامعه جهانی ایجاد کنه. آقای مرتضوی، آقای اساس، شما چه برداشت دارین از وضعیت فعلی؟ فکر میکنین چه چیز باعث شده که همواره حکومت امارت اسلامی به نقض آشکار حقوق بشر متهم شود در نشست های کلان بین المللی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاست در نو ملمنو و در تلویزیون قدرمون و لیدین کتا دیر ازیاد منم. خبر دست ایده چی که موگا تاسو کل چی اسلامی امارت به افغانستان بانه واکمن شو تیر کال تقریبا دیر لس یا سولس میاشتی ورانده لحقی ورست پا پر لپسی توگا پا اسلامی امارت بانده دیر فشارون راغلل. یو ده اغا فشاروز خواه چه اسلامی امارت سا بار بار تکراری گی اغا دی حقوق بشر موضوع ده. مگر حقوق بشر موضوع مگه با تاسو باید دیر عادی او سطحی برخورد ور سره و نکړو. په 1991 کال کې کله چې شوروي اتحاد ماتې وخوړه، کمونیزم مات شو، امریکا نړۍ ته لیبرالیزم معرفي کړ او د لیبرالیزم یو له اساسي اصولو څخه حقوق بشر موضوعات دي. یعنی که ووایو چې حقوق بشر په اصل کې د غرب یا لیبرالیزم دین دی، فقه ده، نو ادامه مو پر ځای وي. که وګورو په ټولو نړیوالو کنفرانسونو کې غرب خصوصا امریکا او اروپا په اسلامي امارت باندې یوه لویه نیوکه د حقوق بشر د نقص موضوع یادوي، او دا هغه ارزښتي مسئله ده چې غرب ته د سره خط په توګه ده او د سره خط ارزښت ورته لري. که حقوق بشر د انسانانو وژل وي، د بېګناه انسانانو وژل وي، وګورئ د امریکا تاریخ د بېګناه انسانانو په وژلو باندې ډک دی. خپله په امریکا کې د امریکا بومي سورپوستي هغوی په لکونو ووژل او نورې تبعید کړل، بیخي د امریکا له استوګنې سیمو څخه وویستل، په ځنګلونو او غرونو کې اوسیږي همدغه اوس، او اوس یې تقریبا هغه نسل یې د انقراض په حالت کې دی، له منځه تلو په حالت کې دی. نو د غرب دپاره د حقوق بشر موضوع یوه اساسي موضوع ده، سره کرښه ده له همدې عمله د نورو لپاره. یعنی اصلي مسله دغه ده چې حقوق بشر یو هغه برخه ده چې نړۍ ته یې معرفي کړې ده او له ټول جهان څخه غواړي چې د حقوق بشر موضوع د خپلو ارزښتونو په راس کې ځای ورکړي. نو د همدې خاطره غرب فشار راوړي چې اسلامي امارت له شرعي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو څخه تیر شي. په داسې حال کې چې موږ تاسو منظور اساس ابداده چې بشري حقونه نه دي نقص شوي په افغانستان کې، صرف نړیوال غواړي د فشار په ډول داسې یو تور پورې کړي په اسلامي امارت. دوه خبرې دي. لومړی دا چې
لومړی دغه خبره مهمه ده چې موږ به تاسو وګورو چې دوی بشر ته یا انسان ته د کوم جهانبینی په اساس باندې ګوري او موږ مسلمانان اسلامي امت او قرآن او مجموع که الهی وحی بشر ته د څه په سترګه ګوري څه کومه جهانبینی لري اساسي خبره هم دغه ده غرب لومړی ده چې دا موضوع ده دوه موضوع ده چې غرب غواړي د یوه ابزار سیاسي ابزارو په توګه د فشار د وسیلې په توګه په اسلامي امارت باندې وکاروي نو اساسي خبره هم دغه ده که موږ او تاسو وګورو په حقوق بشر کې اساسي موضوع فردګرایي ده یا انډیویجوالیزم دی په دې معنا چې انسان باید په شخصي ژوند کې آزاد وي دوی زموږ د نجونو یا ښځو د زده کړو تعلیم او د کار لغمه نه دي مړه بلکې اصل هدف د دوی دغه دی چې نجونو ته ښځو ته او نرانو ته په شخصي ژوند کې دوی ته په آزادۍ باندې قایل شي تر څو دوی وکولی شي د خپلې آزادۍ د خپلې غوښتنې د خپلې ارادې په اساس باندې څه چې غواړي هغه وکړي کور ودن انشاءالله بیرته راګرځو آقای حسن چقدر موافق هستین این که غرب میخواهد به عنوان یک آله فشار از موضوع حقوق بشری بالای حکومت امارت اسلامی استفاده کنه چیزی که آقای احساس میگن دید اینا ای است که خب بیشتر غرب منظورش ای است تا در زندگی فردی انسانها وارد شو و اونها را وادار به ای بسازد تا آزادی خواه مطلق باشه ببینید همه مسئله هستی که حقوق بشر در افغانستان مراد میشه اگر مثلا غرب چشم پوشی میکنه فشار میاره یک بخش موضوعی است مثلا از این که اولین حقوقی که در افغانستان بر اطفای یک کشور منظور است تعلیم و تربیت تحصیل است یاره طالب ها اجازه نمیده به خلاف موازین حقوق و بشر است دومین مسئله سیر و سفر است آزادانه سفر بکنید به کشور برگردید همین بخش را چقدر مشکل ایجاد کردن شما برین به خاطر گرفتن یک پاسپورت چقدر عذاب میبینین به خاطر یک نکاحت چقدر عذاب میبینین یا قصدی است یا غرب را تحریک کردن قصدی طالبای کارا میکنن با چی از پوت کنیم که بگیم نه بابا طالب غربایی را میکنن حالا هزارها جوان در غرب زندگی میکنن به خاطر یک آخر به خاطر یک پاسپورت فامیل خود از افغانستان انتقال داده نمیتونه در یک عذاب بسیار بزرگ دچار شدن امیر سیر و سفر سیاحت کردن برای هر فرد یک کشور بر جز حقوق از جز حقوق یک اتباس یک مثال های زنده برتان بگیم مثال های تخیلی نیست که غرب چی میکنه شرق چی میکنه وضعیت مملکت دارون شما میخواید برای تداوی پاکستان بریم شما در بندر تورخم و بندر سپنگولدن چه قذاب میبینین به خاطر گرفتن یک پاسپورت چه قذاب میبینین این کلش نقض است و یک اقلیت هایی که در یک اجتماعی که جمع میشن مثلا از مکتب هزاره ها را به این پیمانه دختر کشتار میکنن که جهان تعجب میکنن انسان های یک کشور تماما موازین حقوق بشری را در کشور خود در وطن خود در جامعه خود یعنی کوچه و سرک خود نقض میکنیم حالا مردم ها میبینین تمام روز در بین کابل چی یک فقر جانکشاد فقر بزرگی در برابر مردم ما قرار دارد مردم ما فقیش در روز برز حالت زندگی مردم ما فقیر بله شما حتما موقف گیری مسئولین امارت اسلامی هم پس از انتقادهایی که در نشست های کلان بین المللی در مورد نقض حقوق بشر میشه شنیدین بسیار آشکارا میگن که ما مثلا بحث حقوق زنا رو میگه که ما آمدیم در چوکات دین اسلام و شریعت تعریفش کردیم اگر واقعا این گونه باشه فکر میکنین مشکل است که کار را کرده امارت اسلامی ببین اگر واقعا ما با چوکات دین اسلام قرآن شریعت اگر یا اما موادری را که تطبیق هم بکنن انسان ها در یک رفاه اجتماعی آزادی زندگی میکنن او را به گپ میگن در عمل اجرا نمیکنن یعنی چی؟ چطور میگن به گپ میگن در عمل اجرا نمیکنن آقای حسن؟ مثال چهار پنج قریه مردم ازبک بزور از خانهایش بکشن وزیرستانی ها را بیار جا با جا باشن اینه یکش دوم از آره ها را سیستماتیک در افغانستان قتل عام بکنی دومش یه اعمال های زشتی را که انجام میتن در هیچ چوکات جور نمیاید شما انسان ها را
حقی ببینید نمی خودت یک ژورنالیست هست، اگر تو بری فردا بخوای یک میکاخت بگیری یک پاسپورت بگیری اما رو بر تو نمیتواند، تو رو یک قدر از پیش رشوت بگیرن یک قدر ظلم بکنن که تو حتی تصور که در یک جنایت همه چیز بر رشوت شده، همه چیز بر خدا یک قدر رشوت فعلا در افغانستان من قرار اطلاعاتی که من روش کرده که در دوران فاسدترین رژیم تاریخ افغانستان دوران جمهوریت غنی بود، از او کده این دوران سال زیاده کل مردم افغانستان رو میفهمه ایش کرد چی پوش کردن نمیتونه بنابراین تا یا خود اصلاح نکنن با مردم خود مدارا نکنن ای تو نیست که قدرت گرفتی مردم از زیر پای بکو، حق مردم رو حقوق مردم از زیر پای بکو، این خارج از چوکات انسانی و اسلامی است. بنابراین با مردم خود مدارا باید بکنن، مردم توقعاتی دارن، مردم مظلوم هستن، مردم بیچاره هستن، در فقر زندگی میکنن، در این حالتی که مردم ما در فقر زندگی میکنن یک ظلم و مظاف هم در بالای مردم ما یا روا میدارن واقعا کاری بسیار زشت و نارواست. سپاسگزار آقای مرتضوی، شما از مدیریت وضعیت حقوق بشری صحبت کردین چند لحظه پیش، منظورتون چی است؟ چطور باید مدیریت شود امی فضا در حالی که انتقادهای کلان وارد است به خود امارت اسلامی، صحبتهای آقای حسن نمونیش؟ خب یک چیزی وجود داره که بحث مدیریت میگن، یک دلیل اساسی که تا به حال هست یا یک گره اساسی که در قضایای افغانستان در نقض حقوق بشر، حمله بر اقلیت‌های مذهبی، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی که هر روز در افغانستان میتونه وسعت پیدا کنه و دامنه از این گسترش پیدا کنه، در مرحله اول برمیگرده به همین بحث بی‌مدیریتی. شما ببینید که تنها در این قضایا حکومت فعلی نمیتوانه که کارگشا باشه و بتوانه به تنهایی خودش از عهده این همه مسئولیت هایی که امروز وجود داره بیرون شه. بحث اساسی به بی‌مدیریتی شما ببینید که از مجاری دیپلماتیک، از مجاری قانونی باید قضایای مشروعیت شناسی یا بخش حکومت فعلی که باید جامعه جهانی اینا رو به رسمیت میشناختن، باید در این راستا جامعه جهانی ابر قدرت ها از مجاری دیپلماتیک باید وارد عمل میشدن. هرچی این قضیه طولانی تر میشه و هرچی که این بحث مغلق میشه و به تعلیق و به تعویق میفته بحث برسمیت شناسی حکومت فعلی، این میتونه که چالش های زیاد را ایجاد کنه، میتونه نقض حقوق بشر را ایجاد کنه بزرگتر حتی بیرون از تصور دنیا، بیرون از تصور مردم افغانستان، ناامنی بی‌ثباتی سیاسی میتونه زیاد شوه، جغرافیای افغانستان میتونه که از اینجا استفاده شوه بر علیه منافع بسیاری از ابرقدرت ها در جهان، از آدرس گروه های توریسم. بلکه یک بحثی که وجود داره بحث همی هست که یکی از دلایل بی‌مدیریتی در این یک سال چند ماه ای هست که متاسفانه نتانست از جامعه جهانی، از مجاری دیپلماتیک، از مجاری قانونی با اون همه توانایی های خودشان که دارن این حکومت ها، مثلا بعضی از خطوط سرخ را که از حکومت میخواین اینا را میتونستن متقاعد کنن، با تمکین کردن به اون خطوط سرخ یا هنجارهای جامعه جهانی و از سوی دیگر هم جامعه جهانی باید انعطاف و نرمش خودش با مردم افغانستان نشان میدادن و میتونستن که این پس لرزه های تعاولی که در افغانستان ایجاد شده است از مجراهای گفتگو بر رسمیت شناختن قضیه حکومت فعلی، باز کردن پول های منجمد شده مردم افغانستان، اینا میتونستن که ده ها معضلاتی که در افغانستان امروز وجود داره و یک بحثی که امروز نگرانی های زیاد و سر و صدا های زیاده که مثلا در نشست های مثل ژنو یا امسال اینها از آدرس جامعه جهانی بلند میشه به خاطر نگرانی که در افغانستان داره، شما ببینید که اگر اوضاع به این منوال پیش بره و مشروعیت این حکومت پیدا نکنه، پول ها باز نشوه و مجراهای دیپلماتیک جهان با حکومت فعلی روی دست نگیره، یقینا میتونه نگرانی هایی که امروز زیاد است برای جامعه جهانی، مهاجرینی که به کشورهای اروپایی میره و همه مهاجرینی که مثلا به کشورهای اروپایی سرازیر میشه، مصارف اینها، مشکلات اینها بر دوش حکومت های جامعه اروپایی است، بر این اساس هم اونا نگرانی های خودشان دارن. اما در مرحله عمل متاسفانه تا به حال عملی که بتونه منتج به یک نتیجه مثبت بر مردم افغانستان
افغانستان شود، جلو یأس و ناامیدی که بر مردم افغانستان ایجاد شد گرفته شد، جلو مهاجرت ها، مسافرت های نامعلوم و خطرناک مردم افغانستان، منابع مردمی افغانستان، نسل تحصیل کرده امروزی که یکی از سرمایه های وزین اساسی بر مردم افغانستان از زیربنای مردم افغانستان این جلوش گرفته شد. در کنار همین مسائلی که شما اشاره کردین، جهان را میبینین در نشست‌های بین المللی بیشتر به این تلاش داره که امارت اسلامی بره به حاشیه. فکر نمیکنین بازی وضعیت بدتر از امروز خواهد شد؟ یقینا ببینین، برای همین فعلا اگر امارت اسلامی یا حکومت فعلی به تعبیر ما به حاشیه رانده شه یا به یک تعلیل تعبیر دیگه منزوی شون اینا در فاز انزوا برن، بدیل برای فعلا برای مردم افغانستان برای همین امنیت نسبی هم که وجود داره اون بدیل وجود نداره، بلکه ممکن است بدیل خشنتر، بدیل خطرناک در افغانستان ایجاد شود. شما ببینید که در اوایلی که امارات در کابل می آمدن چند با ای که تعهد شده بود که مثلا از آدرس مقامات ارشدی امارات اسلامی که ما در کابل مثلا آنن یا دفعتن وارد نمیشیم، اما ببینید در چند ساعتی که اینا وارد شهر کابل نشده بودن کسای تحت عنوان انسانهای شورشگر چقدر مشکلات، مصائب، دزدی های مسلحانه، سرقت های مسلحانه را در کابل انجام داد. یعنی یک خلاب میاد، یک خلای اساسی ایجاد میشه، جامعه جهانی میره میفهمه که اگر این حکومت فعلی به انزوا بره برای فعلا ما بدیلی نداریم. سپاسگزارم. پس باید باش یک رانده نشد دیگه ای حکومت. ولی به احساس بوس تاسو خبری واوری دیده حسن سب خپل طالبان و دغه پلمه برابر این نړیوالو ته چې وایي دوی بشري حقونه نقض کړي، اولین مورد ته چې هغو اشاره وکړه دا ده چې ولې ښځو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. ښه، دا خبره سمه ده چې اسلامي امارت ډیر مشکلات لري، ډیرې تېروتنې لري، ډیرې غلطۍ لري. همدغه لویه غلطی ده چې نجونو ته مکتبونه نه پرانیسي. دوی باید د وخت دغه کار کړی وای چې نجونو مکتبونه پرانیستي وای، یو داسې نصاب یې جوړ کړی وای او ورته وړاندې کړی وای چې هغه زموږ و تاسې مؤمنې خویندې او لورګانې روزلې وای او دغه نسل یې یو صحیح نسل تربیه کړی وای. صحیح ده، دا درسته خبره ده چې اسلامي امارت ډیر مشکلات لري، ستونزې لري او دغه ستونزې باید حل کړي، په وخت ورته رسیدګي وکړي، د خلکو ته خدمات ورسوي، د خلکو دغه اوسني وضعیت چې دی خصوصا د فقر او د لوږې دغه ټولو ته د پای ټکی کیږدي. دا یې مسؤلیت اجازه نه ورکول د اسلامي امارت د خواته نه د بشري حقونو یو نقص ده که نه، یو بېلګه یې ده که نه؟ زه نه غواړم چې د حقوق بشر له دیدګاه څخه بحث وکړم. حقوق بشر ځانته معیارونه لري، ځانته اساسات لري. زه غواړم چې د دغې موضوع ته له اسلامي لیدلوري څخه وګورم. د نجونو زده کړه، د نجونو تربیه کول، هغو ته اسلامي او ساینسي علوم ورښودل، دا یو اسلامي مکلفیت دی، دا د اسلامي دولتونو یو شرعي مکلفیت دی چې باید نجونې هلکان او ټول اسلامي د اسلامي امت نسل باید په اساسي توګه وروزل شي، هغو ته تعلیم و تربیه ورکړل شي، هغوی هم په ساینس برخه کې، هم د دین په برخه کې داسې یو قشر وروزل شي چې هغه د ټولنې اساس او بستر کېږدي، ځکه همدغه خویندې دي، همدغه اوسنۍ نجونې دي چې بالاخره میندې ګرځېږي او د یوه ملت او د یوه امت هغه د زده کړې او ښوونځي لومړنی ځای دی چې مورانې ورته درس ورکوي. اسلامي امارت دغه نقص د حقوق بشر نه زه نه بولم، بلکې د اسلامي اصولو بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. زه د همدغې دیدګاه نه بحث کوم چې د دوی دغه کار غیر اسلامي دی، غیر شرعي دی. ولې احساس په نړیوالو ناستو کې دغه ټکي ته د بشري حقونو د نقص په سترګه هم کتل کیږي؟ بلکل، ما مخکې هم وویلې بیا پلمخه امارت ورکړي نړیوالو ته، موافق یې دلته حسن صاحب سره؟ بلکل، امارات ځینې داسې کارونه کوي چې غرب ته او نړیوالو ته یې پلمه په لاس ورکړې ده تر څو په دوی باندې انتقاد وکړي، فشار وروړي. مګر که چیرته اسلامي امارات له غرب سره معامله وکړي، زه درته په اصطلاح په ډېر اعتماد سره وایم چې دغه ډول فشارونه به نه وي. اصلا د غرب موضوع او د اسلامي امارات موضوع د نجونو مکتب او د اقلیتونو موضوع نه ده. اصلا په نړیواله کچه غرب د ټولو هغه هیوادونو په وړاندې چې
د دوی سره مخالفت وي مخالفت لري دوی دغه حربه دغه ابزار کاروي د بیلګې په ډول ګوره که موږ تاسو چین ته وګورو د چین او د امریکا د حقوق بشر موضوع څو لسیزې کېږي چې د دوی ترمنځ تبادله کېږي او د یوه فشار په توګه استفاده کوي. چین هم نظره ده د افغانستان اسلامي امارات سره په دغه پرونۍ غونډه کې چین ویلي چې باید اجازه ورکړل سي طالبانو ته چې دوی ځانونه ثابت کړي. په دې موضوع حتما تاسو سره بحث کوو. ولې اول راسئ په دې چې ولې اسلامي امارات مشران باید دا پلمه ورکړي نړیوالو ته چې هغوی دې فشار راوړي په افغانانو باندې؟ یو اساسی مشکل په اسلامي امارات کې دغه موجود دی، دا دی چې که موږ به تاسو اسلامي امارات مطالعه کو، رهبرانی مطالعه کو او چارواکی یې، اسلامي امارات په تیر دوران کې هم په 1990 کال کې هم ټول عمر په جګړه کې تیر کو، دغه تیر شل کاله یې هم ټول عمر په جګړه کې تیر کو، او دوی هغه ذهنیت هغه فکر یې تر اوسه جنگی او حزبی ذهنیت دی. دوی تر اوسه د حکومت ولی ذهنیت دا چې حکومت ولی څنګه کی په حکومت کې څه رول لري، د خلکو د حکومت ترمنځ باید څه ډول روابط موجود وي. متاسفانه چې اسلامي امارات د حکومت ولی ذهنیت نه لري او نه هم د حکومت ولی یوه تجربه لري، تجربه نه لري. د همدې خاطر دغه تیروتنې ځینې کیږي او دغه تیروتنې د دې پلمه کیږي چې غرب ورباندې فشار راوړي. صحیح استاد سویل ځینې نور شیان هم شته چې غرب اصلي ستونزه ده، د غرب اسلامي امارات سره هغه نور مسایل څه شی دي احساس کوي؟ افغانستان یو ستراتیژیک موقعیت لري، شاوخوای چین دی، روسیه ده، د روسیې په اصطلاح نفوذي منطقه ده، مرکزی آسیا په څنګ کې ایران دی. امریکا زما باور دغه دی چې اصلي هدف یې په اسلامي امارات باندې د فشارو یوه وسیله دغه یو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د استخباراتي فعالیتونو اجازه ورکړي. دوهم دا چې اسلامي امارات په نړیوال سیاسي ستیج کې د چین، روسیې او ایران ملاتړ ونه کړي. یعنی دغه ټول فشارونه په اصل کې په اسلامي امارات باندې په دې هدف دي چې اسلامي امارات د چین او روسیې له طرفدارۍ څخه راوګرځوي او په نړیوال سیاسي ستیج کې د چین او د روسیې طرفداري ونه کړي. اساسي هدف هم دغه دی او په اسلامي امارات باندې چې فشار اچوي، کله د حقوقي بشر موضوع، کله نور موضوعات، کله د ډیموکراسۍ موضوع او یا هم نور ګڼ موضوعات رامخته کوي، اصلي هدف یې همدغه دی. سلامت سوی. خب آقای حسن، شما موافق هستین که اصل موارد دیگه است که به او خاطر غرب میخواه فشار بیاره بالای حکومت امارات اسلامی، ولی تنها وقت میای مسئله اجازه ندادن بانوان به مکاتب و موارد دیگر اشاره میکنه، این تنها ابزار است، خواستای غرب از امارات اسلامی بزرگتر از این است. در دوحه قراردادی را که با امریکایی ها امضا کردن، بله، موارد زیادی در اون قرارداد بود. یعنی یکی از موارد عمده از اون قدرت به زور نگرفتن بود، توسط سلاح قدرت غصب نکردن بود. یکی را که طالب ها نقص کردن، اولین کاری را که قدرت به زور سلاح گرفتن نقص کردن. دومین مسئله از این بود با این گروه تروریستی یا قطع رابطه باید داشته باشد. امین الزواهری در داخل افغانستان کشته شد، تمام دنیا یا تعارض ممکن هستند. سومین مسئله از این بود که باید حقوق زنها مراعات شود، اجازه بدن خانمها در کارهای دفاتری کار بکنند و مکتب بروند، تحصیل بکنند. نصف جامعه است، نصف جامعه که در 20 سال آخر یا بسیار روشن شدند، بسیار تحصیل کردن شدند. جامعه افغانستان یک جامعه بیدار و جوان و پرتلاش شده بود. سومین مسئله عزیز که حقوق اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی باید محافظت شود، فشار داده نشود. تمام همین موارد را که دیگر چیزهای بسیار زیاد است، با موارد را که با برشمردم، بدبختانه طالب‌ها وقتی با قدرت به زور گرفتن، یک شروع کردن سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطح افغانستان در تمام ولایت ها نقض حقوق بشر را شروع کردن. یا تصورشان یک آقای اساس بسیار خوب جالب گفت، ما به این گپشان بسیار امنه است، یک آدمی که کل عمر جنگ کرده باشد، در صحنه جنگ بوده باشد، در میدان جنگ بوده باشد، وقتی که از کوها تا میشه میاید در شهرها، با زندگی شهری مردمی که در شهرها زندگی میکنند،
سازش سازگار نیستن، همه گیر به چشم چیزی دیگه میبینن، دشمن میبینن. یا تصورشان این است وقتی که ما یک آمریکایی ها را شکست دادیم، افغانستان را به دست گرفتیم، تماما چیزهایی که در افغانستان است بر ما اولجاست، بر ما حلال است، هر انجام میتیم بعد از اینکه بعد از خط اولجاش میتگیست. بنان زیادتر ذهنیت طالب ها به حساب اولجاست، نه به خدمات به مردم، مقایسه خوب با مردم خود. وقتی غرب میایه انتقاد میکنه، شما صحبت های آقای احساس را شنیدین که خب غربی ها اهداف خودشان دنبال میکنن، یا به این فکر نیستن که واقعا به زنها اجازه داده نمیشه به مکتب، فقط میخوان به عنوان آلی فشار استفاده بکنه علیه حکومت امارت اسلامی، با این حرف چقدر شما موافق هستین؟ ببینین یک ابرقدرت دنیا آمریکا با 40 کشور در افغانستان آمد، در 20 سال جنگ یا شکست خوردن، شکستم شکست تاریخی خوردن در تاریخ دنیا این شکست از یا ثبت شده. برای انتقام گرفتن از طالب ها و تمام تلاش ها و کارهای خود را در هر سطح باشه انجام میدن. یک مسئله اساسی مسئله داخلی وطن ماست، مسئله وظیفه خانگی طالب هاست. کارهایی را که یا میتونن برای بیل دستبا و میتن که این طالب مکاتب را بسته کردن، اقلیت ها را میزنن. ببینید در تمام نقاط شهر کابل از همه ولایت ها طالب ها مالیه میگرد، اما مردم های فقیری که یک کراچی بسیار بخور نمر داشتن از امو هم 4000-5000 مالیه میگرد، او روزانه بسیار کار بکنه، 100-150 پول کار میکنه، او فامیلی از خودی از با فقر زندگی میکنه. یعنی هیچ نقطه نه سیستماتیک مردم ها را مردم اذیت نکنن، آزار ندن. بران این یک کار خودشان است، خودشان باید این نقصای خود را بفهمن که با که انتقاد میکنیم به خاطر از این نمیکنیم که مثلا تخریب شد، به خاطر از این میکنیم اصلاح شوند، یا وضعیت تحلیل بکنن، وضعیت ببینن، مردم با مردم خود با مردم خود هم نوا باشن، با هم فکر باشن، که مردم خود مدارا بکنن. اگر یک اندیشه جنگی که در کله از یا بود در جنگ 20 سال مشغول بودن، حال اینجا آمدن درست شود، با مردم خود مدارا بکنن، با مردم مدارا کردن یک دل جگر بسیار کلان میخواهی تو دید مردم سهلاسا از وطن خود فرار بکنن. خیلی سپاسگزار آقای مرتضوی. خوب مورد دیگه ای است که تنها وقت در نشست های بین المللی صحبت از نقض حقوق بشر میشه، باز میان اجازه ندادن بانوها به مکاتب را مثال میزنن. من میخوام از شما بپرسم تنها موارد بانوها شامل نقض حقوق بشر میشه یا نه حقوق جمعی در افغانستان در حال نقض شدن است؟ خب اولا ببینین که یک مستاق میتوانه قضیه حقوق بانوها باشه. تقاضای همه شهروندان افغانستان به همون شکل که تقاضای جهانیان از حکومت فعلی مقامات محترم ارشدی همی است که باید در خصوص باز کردن مکاتب، وظیفه رفتن و کار کردن طبقه بانوان باید که حکومت فعلی اجازه بده. این یکی از خطوط سرخ است هم برای جامعه جهانی هم برای مردم افغانستان. اینا هم میفهمند که بدون ارتباط داشتن با جهان و جهانیان نمیتوانند که حکومت خودشان مشکلی که میخوان ادامه بتن. یعنی نمیتوانند که اون نیازمندی هایی را که دارن خودکفا این حکومت نیست، 40 سال در افغانستان قضیه جنگ بوده، بنابراین یا نیاز داره که باید با جهان ارتباط داشته باشه تا از اون مجرا یا از اون معبر اینا حکومت داری خودشان ادامه یا استمرار بده. اما خواست جهانی ها باید یک بار روشن باشه که جهان مثلا چی میخواد. خب در روی کاغذ خوامی است که میگه چرا باید دخترها اجازه تعلیم، کار و موارد دیگه داده نمیشه. در اصل در پشت پرده اینا چی میخواد از امارت اسلامی؟ یک بحثی که تا به حال را چالش ها نه که کم شده بلکه مغلق یا کامپلکس شده، بعضی از ابهامات هست، بعضی از قضایا در حالی از ابهام است از آدرس جامعه جهانی. خود دو سه تا سرفصل یا فصل خطاب جامعه جهانی میگه مثلا مسئله حقوق بشر، آزادی،
دختران در بخش درس، در بخش بانوان، در بخش وظیفه، مسائل احترام گذاشتن به حقوق اقلیت ها، به حقوق همه مردم افغانستان، حکومتی که پایه های از او وسیع البنیاد یا حکومت همه شمول فراگیر جامعه باشه این هسته. اما اینا هم تا بسیار در بسیاری از قضایا در حال از ابهامه. وقتی که جامعه جهانی از حکومت میخواهد که حکومت همه شمول، آیا حکومت همه شمول بر چی مبنا اونا میخواهند؟ بر این مبنا، بر مبنای انتخابات، بر مبنای دموکراسی، بر معنای رای گیری و رای دادن، یا بر معنای از این که حکومت فعلی از هر قوم، از هر طیف، از هر قشر را شخصیت های متخصص، شخصیت های دلسوز و تندوست و اهل فهم و کار در حکومت خودشان جذب کنند. پس مهمی این بحث ها هست که در حالی از جامعه جهانی روشن شده، خواسته های جامعه جهانی در بسیاری از مسائل مبهمه و مبهم بودن از این خواسته ها سبب مجملیت در مسائل امروزی، در قضایای امروزی افغانستان هم گردیده است. اما بحثایی هم هست که کارهای خانگی به گفته دوستای عزیز شرکای در بس، کارهای خانگی حکومت فعلی هم هست که اینا هم باید این کارهای خانگی که خطوط سرخ برای جامعه جهانی هم است، برای مردم افغانستان هم است. شما ببینید همه کشورها از ناحیه سواد، از ناحیه علم، از ناحیه تکنولوژی اینا به پیشرفت رسیدن. کشورهای پسا توسعه قرار گرفته، در رفاه رسیده، در آسایش رسیده. در افغانستان شما ببینید یکی از تاریخچه های اساسی جنگ های 14، بلکه بیشتر از 14 جنگ در افغانستان، یک علت العلل یا علت اساسی مسئله بیسوادی است، مسئله جهل بوده، مسئله نادانی بوده. و بسیاری از کسایی که اهداف داشته خواستند که این مسائل در افغانستان به همین شکل در اون زمان از 40 سال تا به حال ادامه داشته. بناهن یک بحث اساسی که وجود داره، خواست اساسی و خط سرخ است، مسئله آزاد کردن مکاتب دختران، باز کردن درهای مکاتب برای دختران است که این نه به صلاح مردم افغانستان است، این نه به صلاح حکومت فعلی است. یک اهرم فشار که امروز بالای حکومت فعلی از آدرس جهانیان قرار گرفته است، از آدرس کشورهایی که حق وتو داره، ابر قدرت هایی که هستن، همین بحث است که در خصوص مسئله آزاد کردن درهای مکاتب برای دختران که بیشتر از یک سال میگذره، باید که این قضیه مشخص شود، درهای مکاتب باز شود و در کنار از او بعضی از قیدگیری هایی که وجود داره باید اینها برطرف شود. بر این اساس است که در خصوص بسیاری از کارهای خانگی هم وجود دارد در کنار بحث زنان که باید حکومت مردان فعلی این کارهای خانگی را به وجه احسن بر اساس منافع مردم افغانستان، بر اساس منافع حکومتداری خودشان انجام بده و میتونی از هنجارهای بزرگ بر جامعه جهانی قلمداد شود. خیلی سپاسگزار. اساس بزداد دی نړیوال سیاست دوا مخه لري د تاسو د خبرې په معنا باندې فکر نه کوئ دا به دا پیام رسوي چې حتی دوی چې تاسو ویلې اوله خبره د دو د بشر حقونه دي، د دو فقه او دین د بشر حقونه دي، دوی هم ډېر پابند نه دي، دو ته اهداف مهمه دي، حتی دوی هم دروغ وایي بیا ټولو ته. بلکل خبره داسې ده چې که موږ به تاسو د امریکا په مجموع کې د غرب سیاست مطالعه کړو، هغوی ظاهراً ډیپلوماسۍ کې د لیبرالیزم ځینې ارزښتونه بیانوي چې حقوق بشر دي، د ښځو حقوق دي، د بیان ازادي ده او دغه. مګر په اصل کې که موږ به تاسو وګورو، دوی د ریالیزم پر اساس باندې سیاست کوي، تل زور راوړي، تل فشار کاروي، تل په نورو خلکو باندې بریدونه کوي. وګورئ د امریکا تاریخ په جنگ باندې دی. وګورئ شل کاله په افغانستان کې دوی څه ونه کړل، کلي بمبار کړل، بسته کلي له منځه یوړل. دی کېدای شي یو طالب و دوه طالب هلته وو، مګر دوی بسته کلي له منځه وړي. وګورئ په توره بوړ او شاهي کوټ کې داسې بمونه استفاده کړي دي چې هلته یې سخت ناروغۍ پیدا کړي دي، داسې مواد یې په بمونو کې کارولي دي چې هلته یې دغه محیط خراب کړی دی، محیطي زیستي مشکلات یې رامنځته کړي. حتی په دغه ځایو کې تر اوسه هم چې کله ماشومان له مور څخه پیدا کېږي، سوی شکل وي، له پوزې یې وینې ځي، له غوږو یې وینې ځي، او په سلګونو نور مشکلات. په عراق کې دوی 1 میلیون کسان ووژل، په سوریه کې دوی په زرګونو په لسګونو زره خلک ووژل. د امریکا دپاره بشري حقوق، د ښځو حقوق، د ښځو د کار مسله، دا یوه پلمه ده، تل یې د فشار د وسایلو په توګه کاروي.
او مگر دوی تل خلق وجلی دی، خلقی رتلی دی، حکومتونه نسکور کردی دی، حکومتونه کودتاوی کردی دی، ظلمونه کردی، وحشتونه کردی. ز حیران پا دیکیم چې اسلامی اماراتم کله چې په دوی ته ویل کیږي چې تاسو د بشر د حقوقو څخه سرغړونه کوئ، دوی یوازې دفاع کوي چې نه موږ سرغړونه نه ده کړې. امریکا ته څوک ونهدرېدل چې ورته ووایي چې ته چې کوم باور لرې، ته چې کوم حقوقي بشر وړاندې کوې، ته چې کوم ارزښتونه وړاندې کوې، دغه ارزښتونو خو نړۍ له بحران سره مخامخ کړې ده. همدغه اوس فیمینیزم غرب له بحران سره مخامخ کړی دی. آیا موږ هم فیمینیزم ومنو؟ فردگرایی هم دغه اوس خلک هم جنسگرایی ته دعوت کړي دي. په هیوادونو کې د هم جنسگرایی قوانین منل کیږي، په ډله ییزه توګه هم جنسگرایی ودونه کیږي. نو دا هغه څه دي چې غرب خپله غربي جامعه د بحران خواته بولې ده. څوک نشته چې ورته ووایي چې زما څخه هم ده غواړي، آیا زم خپله جامعه خپله ټولنه د هم جنسگرایی خواته بوزم، فیمینیزم خواته بوزم چې د نر او د ښځې ترمنځ د دښمنۍ تخمونه کرلی دي. همدا اوس په غرب کې د فیمینیزم په نامه هغه خبره اوس نشته چې ښځې د خپل حقوقونه دفاع وکړي، بلکې فیمینیزم په یوه داسې پدیده باندې اوښتی دی چې ښځه د نر سره واده نه کوي، ښځه د خپل دښمن په توګه نر اعلانوي، یعنی نر زما دښمن دی په اصل کې. نو په اسلامي امارات یا مجموع کې دغه وخت رارسېدلی دی چې غرب په خپل ځای باندې کینول شي، خصوصا په دغو برخو کې چې دوی یې په نړۍ باندې د منلو ټینګار کوي، له نړۍ څخه غواړي چې تاسو دغه ارزښتونه ومنئ. اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په نړیوال سټیج کې په غرب باندې نیوکه وکړي، خصوصا په ارزښتي برخه کې. سټیجونه دو سره نسته نو مشکل همدغه دی. د اوس اسلامي امارت ولې په رسمیت نه پیژني؟ د اوس د افغانانو د افغانستان د خلکو شتمنی ولی قید کړی ده؟ ولی مالی تحریمونه دي؟ ولی بندیزونه دي؟ ولی افغانستان حتی تجاران نشي کولی چې له بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړي؟ آیا دا د حقوقي بشر هغه حقوقي بشر چې همدوی تعریف کړي دي، آیا دا نقص نه دی؟ آیا دا تېروتنه نه ده؟ غریب عام خلکو بالکل اسلامي امارت پوره عواید لري، حکومت یې هېڅ له مشکل سره نه ده مخامخ. عام خلک په مشکل کې دي، عام خلک له فقر او بدبختۍ نه کړیږي، او دغه حالت خپل نړیوال سازمانونه هم گزارش کوي، خپل غرب هم په دې باندې خبر دی چې په افغانستان عام خلک له کوم وضعیت سره مخامخ دي. مګر بیا هیڅوک نشته، هیڅوک نشته چې باندې انتقاد وکړي چې ته څه کوې، ته خپل د حقوق بشر هغه څه چې ته ور باندې باورمند یې، ته یې تعریفوې، ته خپل له دغو اصولو له دغو ارزښتونو څخه دی پښه ایخوا ایښې ده. نو په مجموع کې غرب ته د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د نجونو ښوونځی، دا ټول هغه څه دي چې ابزار دي غواړي چې اسلامي امارت په مجموع کې د شریعت له تطبیق څخه تیر شي، او همدارنګه دوی د استخباراتي غوښتنې ومني. د روسیا او د چین مسله ده چې دلته پانګونه ونه کړي او اسلامي امارت ور نږدې نه شي. ډېره زیاته مننه آقای حسن. خوب در کنار از این که حالا اگه پرونده جنگ 20 سال افغانستان را کنار بگذاریم، خواسته هایی که غربی ها میکنه از افغانستان یا از حکومت امارت اسلامی، اگر با عمل خود غربی ها دیده شد، آقای احساس میگه که خود از اینا هم مورد زیر سوال میرن، مثلا به رسمیت نشناختن حکومت امارت اسلامی یا فشار وارد کردن بالای حکومت امارت اسلامی باعث شده که مردم بیچاره افغانستان بیچاره تر شوند. به اساس گزارش هایی که از طرف سازمان ملل نشر شده، 97% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و اینا همین ملت گرسنه را نوز هم فشار داده میره. فکر نمیکنین که ناقض اصلی حقوق بشر خود از اینا است؟ من دو تا مثال براتون میگم. یک مثال از این است که ببینید در پاکستان تازه قانون مرد با مرد، زن با زن نکاح کردن، آرشی کردن میتونن. دور نمیریم به غربی ها، همسایه ای ما در این فکر رسیده به قوانین خود تشریف کردن. یک دو مسئله از ایست که در افغانستان غرب چه علاقه مندی داره، آمریکا چه علاقه مندی داره، پاکستان چه علاقه مندی داره. مثلا اصفت یک آدمی که یک عالم عمر در نظام افغانستان کار کردیم، تحلیل تحقیق میکنم، کسی را که افغانستان آن را برسمت نشناخت، اولین فرمولش پاکستان وضع کرد. پاکستان برای کشورهای همسایه پیشنهاد کرد که کل ما تماما همسایه افغانستان را وقتی برسمیت میشناسیم که
قواعدی را که ما بهش پیشنهاد میکنیم، حقوق و بشر را که ما بهش پیشنهاد میکنیم، این چیزا را مراعات بکنه، دستجمعی کل انسان به رسمیت بشناسه. اولین بار در تاریخ جهان یک کشور پیشنهاد میکنه چهار اطراف همسایه یک جایی افغانستان اگر به رسمیت بشناسه، این موارد را باید امارات قبول کنه، باید به رسمیت میشناسه. بنان هر قدر کوشش بکنید، ولی بار ما همیش دست ما محتاج پاکستان است. پاکستان ما را نمیخواهد دولتی داشته باشه، پاکستان نمیخواهد. در دوران غنی افغان ها مستقیما در مرکز قدرت جهانی یک جای نزدیک شده بود، در امریکا یا کمک های خود را میگرفتن، ارتباط داشتن. پاکستان از این رنگ بود، افغان ها چطور میتونن راستن بدون که ما تایید بکنیم با مراکز غربی، مراکز قدرت پولی مالی و نظامی جهانی ارتباط داشته باشن؟ شرایط آخری 20 دفعه سفر کرد و هیچ وقت قبولش نکرد، کرزای سفر کرد قبولش نکرد. اهداف پاکستان مشخصا در مورد افغانستان واضح و آشکار است که افغانستان همیش در قیومیت خود داشته باشد. ما از دیگران گله نکنیم، از همسایه ما گله کنیم. درست. و زیادتر افغانهای ما چی در دوران جهاد چی در دوران طالب ها با پاکستان هم نوا بودن، هم فکر بودن، یک جای با پاکستان کار میکرد. بله، حالا با توجه به همین شرایط آقای حسن چی باید شد؟ باید تکمیل کنیم؟ ببخشید، یک تکمیل کنیم. یک از اهداف عمده که افغانستان برای پاکستان بسیار مهم است، بسیار ارزش داره، یک، اولین افغانستان یک چهارراست، وسط مرکز وصل است. دو، عمدترین معدنی که بعد از این در دنیا برای استفاده موتورهای برقی، مواد برقی، یعنی جای نفت و تیل میگیره، اولین یک کشوری که در حدود 20% 30% ذخایر جهان داره افغانستان است. اگر این را کسی به دست بیاره، اگر این مواد در استفاده قرار بده، آینده از این کشور بسیار پیشرفت میکنه. مثلا تنها معدن لیتونیوم افغانستان معادل تمام تیل و مواد را که عربستان داره از اون قدر زیاد برای مردم افغانستان. بله. بنان هیچ حاضر نیست افغانستان دولت و سیستم داشته باشه در آینده بتانه از این سیستم و از سرمایه معدنی خود برای مردم خود وطن خود استفاده بکنن. بنان بله. ما افغان ها بسیار دورنو ما داشته باشیم، تصور بکنیم که کی ما را نمیخواهد که دولت و سیستم داشته باشیم، این پاکستان است. بنابراین همیش این را بسیار دقیق و تحلیل تجزیه بکنیم که علتهایی که پاکستان نمیخواهد ما دولت داشته باشیم، سپاسگزار باشیم، سیستم داشته باشیم، از زمان داوخان تا بارد. تشکر آقای حسن. آقای مرتضی، با توجه به صحبت های آقای حسن، مشکلات کلانتر از این وجود داره که به او خاطر جامعه جهانی نمیخواد حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسه؟ فکر کنین فردا امارت اسلامی اعلان کرد که هم به زنها حق تعلیم داده میشه، هم حق تحصیل داده میشه و آزادی که نسبی که در جمهوریت داشتن، فکر کنین به مو دست پیدا کردن، مشکلات حل میشه، مشکلات افغانستان با جامعه جهانی؟ خوب نمیشه که در یک محدوده کوتاه زمانی بسیاری از مشکلاتی که وجود داره و مردم و دنیا توقع دارن که این قضایا میتونه که به یک محدوده کوتاه زمانی حل شه، نه. اما وقتی که انعطاف پذیری از هر دو طرف صورت بگیره، بله، هم انعطاف از آدرس حکومت فعلی در افغانستان، حاکمان فعلی افغانستان در قضایا صورت بگیره، و هم انعطاف و یک مدارا و یک تساهل برای مردم افغانستان از آدرس جهانیان صورت بگیره، میتونه که در یک محدوده زمانی مشکلاتی که وجود داره، گرفتاری هایی که وجود داره، دیگر دیسی ها و دیگر گونی هایی که وجود داره، اینا میتونه که حل شود. چون به همین قسمی که یک کشوری که 40 سال در جنگ بوده، در بدبختی بوده، نمیشه که در یک محدوده کوتاه زمانی بسیاری از مشکلات بر او غالب شد. یک بحث است. اما بحث دیگه که وجود داره او عبارت از این است که ببینیم که کشورها خصوصا بر قدرتها، خصوصا خصوصا بحث ما روی آمریکاست و روی سیاست های دوگانه و سگانه آمریکاست، اینا ببینید که با آسانی هم نمیتونن که یک موضع انعطافی را یا یک موضع تساهل و نرمی را با این حکومت
نشان بده. چرا؟ به خاطر که با اون حدت و شدتی که یک سال قبل و در محدوده 20 سال با طالبان داشتن، اون موضعی که بر علیه طالبان داشتن، حالا از اون موضع یک دفعی 100 درجه تغییر کنه و بیاین یک موضع انعطاف و نرمش 100 درصدی را برای طالبان نشان بده، خوب تمام سیاست های اینها زیر سوال هم شهروندان آمریکا، زیر سوال مردم آمریکا میره و هم تمام سیاست های اینها در بوته از دوگانگی یا بدفکری همپیمانان آمریکا هم قرار میگیره. خب میگه ما بر اساس تصامیم شما در افغانستان حضور فیزیکی پیدا کرد نیروهای نظامی ما، بر اساس تصامیم شما آمدیم. چی شد که یک شبه همه اون دیدگاه های شما، دیدگاه های منفی شما نسبت به طالبان مثلا به حکومت فعلی تغییر کرده و یک دفعی یک موضع 100 درصدی مثبت نسبت شما به این حکومت یعنی گرفته؟ یعنی میگید به زمان بیشتر نیاز است؟ یقینا، چون که ببینین اولا خوب مشخص است که سیاست های آمریکا در قبال افغانستان همیشه در 20 سال نه تنها در این یک سال دوگانه و سگانه بوده. بله. شعار که میدادن اون شعار در شعار باقی میمان، در مرحله عمل چیز دیگه وجود داشت. اما ولی به عنوان راه حل اگه پیشنهاد بکنین آقای مرتضوی، چی باید بکنه طرف ها، مخصوصا امارات اسلامی که مسئول است پیش مردم افغانستان، تا از این وضعیت بیرون شوه افغانستان؟ دو چیز اساسی که برای حکومت برای فعلا مهمه و میتونه که از این بنبست بیرون شه یا بنبست شکنی کنه، یک بحث سیاست های اکتیف نسبت بر داخل یا نسبت بر مردم افغانستان هست که این سیاست های اکتیف میتونه بسترهای از اجماع ملی را ایجاد کنه و میتونه یک ثبات برای مردم ایجاد کنه، برای حکومت ایجاد کنه. فاصله هایی که ایجاد شده بر اساس ناامنی، بر اساس مشکلات اقتصادی، بر اساس بی‌باوری و یأسی که بر مردم حاکم شده، و هم یک سیاست بیرونی اکتیف و پویا که اون سیاست بیرونی یا سیاست خارجی حکومت فعلی مبتنی بر سیاست های اکتیو و پویای داخلی باشه، میتونه که بسیاری از معضلات بنبست شکنی کنه. و از سوی دیگه اگر این دو سیاست روی دست گرفته شوه و این نقاط ضعف بر حکومت های قبلی بوده و از این حکومت فعلی عبرت بگیره، بتونه این دو سیاست داخلی و بیرونی را یک سیاست پویا بسازه، میتونه جامعه جهانی هم اون انعطاف و نرمش خود نسبت به این حکومت، نسبت به مردم، نسبت به آینده روی دست بگیره. و اگر نکنه باز چی میشه؟ خب یقینا ببینید که تا به حال را که این انعطافات وجود نداشته، چالش های زیاد دامن مردم گرفته، مشکلات زیاد بیشتر خواهد شد. یک سال هم گذشته شما ببینید که قضیه حکومت به رسمیت شناخته نشده، اینی هم این مسئله است که چالش های وجود بسیار تشکر احساس بوز که با اصرا طول کو اغم دستی چی اصوار لسمی هستی که گیلی اصوار لسمی هستونم زیادی چی افغانستان اسلامی امارات حاکم ده پا افغانستان بنده هیچ چا تروس پر اسمیت نده پیزنده لی نره والو ده ما منظور ده وار کلا را ناستم چی که گلده ترسو مثبت خبری وسی کلا ده خزو تا اجازه نوار کول کار تعلیم و تحصیل دا موارد یا دیگی یا کلم نقص حقوق بشر چه کول پا کار دی امارات اسلامی ده چه باید دوی وکی ترسو دیده وضعیت نه افغانستان و بروکی لومړی خو که اسلامي امارت په رسمیت هم وپېژندل شي زه فکر نه کوم چې مشکلات یې حل شي. موږ تیر شل کاله جمهوریت ټولې د نړۍ په رسمیت پېژندلی وو، دلته یې ټولې دنیا مرستې هم را روانې وې، مګر کله چې امریکا سقوط وکړو تقریبا 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوه. همدارنګه په نړۍ کې نور ډېر هېوادونه دي په نړۍ کې رسمیت لري، ملګرو ملتونو سازمان لخوا رسمي دي، مګر تر ستوني په مشکلاتو کې غرق دي. اساسي خبره دغه ده چې اسلامي امارت باید یوه صحیح کار وکړي. لومړی دا چې د خپل نظام د پیاوړي کېدو دپاره یو اساسي تګلاره او قانون جوړ کړي چې دوی د خپل حکومت د جوړېدو دپاره یو قانون او یو سیستم ولري، او دغه قانون او سیستم د اسلام په ارزښتونو د اسلام په اساساتو باندې ولاړ وي. دوام دا خبره چې امریکا د خپل لومړني دښمن په توګه اعلان کړي او د دغه دښمن د چپه کولو د منځه وړلو دپاره اسلامی امت اتحاد د اسلام په اساس باندې راټولېدل دغه مطرح کړي، په دغه اساس باندې مشکلات حل کیږي. په هر ځای کې چې امریکا مداخله کوي، په هر ځای کې چې د امریکا سفارت دی، هلته زښت ډیر مشکلات دي. او اسلامی امارات دا په خلاصو غوږو واروي، یا به اسلام غوره کوي یا به نړۍ او امریکا غرب غوره کوي. په یو وخت کې
اس الله او امریکا او غرب نشی راضی که ولای په وخی چم اسلام باندې منګولې ولګوي او هم د غرب راضی کی د محاله ده دنا ممکنه ده اسلامی امارات باید یو طرف ته خپل تګلار روحانه کړي یا غرب یا الله نو دغه د پاره باید امغه پالیسی امغه استراتیجی چې په دغه دواړو سیستمونو کې موجود دي هغه پلی کړي ترڅو یو پیاوړی یو قوي ځواکمن دولت ولري د لسګونو کلونو لپاره دوام وکړي او خلک ځنې راضي وي الله ځنې راضي وي او یو مستحکم دولت وي. اما که په دغه تګلاره باندې لاړ نسي بیا تاسو څه رقم یو وړاندوینه کوئ اسلامي امارات بیا به څه رقم یو سرنوشت سره مخامخ کیږي؟ د اوسنی وضعیت وګوره دغه یو نیم کال همداسې تیر شو غرب ورسره د تنبیه او د هیلی یا د سټیک او کاروټس پالیسی مختر ورسره وړي کله ورته هیله ورکوي کومک ورکوي او کله یو لرګی په درشا باندې وایي فشار ورباندې راوړي. نو که دغه حالت وي اسلامي امارات انزوا خواته ځي د خلکو او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته کیږي فاصله رامنځته کیږي خپله به د خلکو او د حکومت ترمنځ مشکلات موجود وي امنیتي مشکلات به وي دغه وروستۍ امنیتي پیښې زه په دې باندې باورمند یم چې دغه امنیتي کمپنۍ دي چې شل کاله امریکا دلته روزلې وي دلته یې خلک درلودل هغه یې بیرته فعاله کړي دي تر څو په اسلامي امارات باندې فشار واچوي تر څو د دوی غوښتنې ته متوجه ده. اسلامي امارات همدغه ټکي ته ستاسو ورته اشاره له بده مرغه نه دي متوجه. دوی فکر کوي چې غرب امریکا او ملګري ملتونو سازمان مجموع کې زموږ سره په ښه نیت چلیږي کیدای شي زموږ ځینې نرمښتونه وښیو غرب موږ په رسمیت وپیژني زموږ اقتصاد به ورغوي او موږ به په پښو ودرېږو. له بده مرغه اسلامي امارات په یوه ابهام کې دی چارواکي په ابهام کې دي او دغه خبرې ته باید متوجه شي. ډېره زیاته مننه سیاسي تحلیلګر امین الله احساس او د پوهنتون استاد مصطفی مرتضوي چې په استودیو کې مراسره حضور درلوده و تشکر از آقای رحمت الله حسن تحلیلگر مسائل افغانستان هم که از سوئیس در برنامه با ما وصل بودند. از شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین. تا بعد خدا نگهدار.